سلام، با استدیوی آزادی خوش آمدید. امروز جمعه 11 ماه دلو سال 1398 است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان روی برنامه انتقال شهروندان این کشور از شهر ووهان چین کار می کند. ووهان مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا است. شهروندان چند کشور از چین به کشورهایشان منتقل شدند. تیاره عامل نزدیک 200 شهروند فرانسه. اینها امروز از شهر ووهان ولایت هوبی چین بیرون کشیده شدند. 14 روز قرنطین خواهند بود. افغانستان هم در تلاش انتقال دادن شهروندانش از این شهر است. بیش از 60 افغان در ووهان، مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا، گیر ماندند. دیروز وزارت خارجه یک جلسه را دایر کرده بود که در وزارت صحت عامه، معین وزارت صحت عامه تشریف داشتند و رئیس به هوانوردی و یک بخش کلان از وزارت خارجه و من هم بودم. بنال مربوط میشه به وزارت صحت عامه که اونا مسئولیت گرفتن که تا شام امروز و فردا صبح اونا تیاری خود با WHO نهایی بسازن و امکانات خود دیده با تیاری چارتر بفرستن و مسئولین از این انتقال بدن. این تیاره عامل نزدیک 370 شهروند کوریای جنوبی امروز از ووهان به سیول رسید. حکومت هند نیز تصمیم دارد شهروندان هندی را توسط دو تیاره از ولایت هوبی چین منتقل کند. در پی گسترش ویروس کرونا، سازمان صحی جهان دیروز وضعیت اضطراری بین المللی را اعلام کرد. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به این ویروس در چین به دست کم 213 تن رسیده. تعداد افراد مبتلا به این ویروس نزدیک 10,000 تن گفته شده. محکمه منطقه دره اسماعیل خان پاکستان امروز دستور داد که منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، به زندان فرستاده شود. پشتین در محکمه حضور یافت اما درخواست آزادی و به قید ضمانت رد شد. امید مرزبان همین موضوع را دنبال کرده. مرزبان، جزئیات بیشتر چیست؟ سعید اختر، وکیل مدافع منظور پشتین، امروز به رادیو آزادی گفت که یک اتهام دیگه هم بر علیه منظور پشتین درج شده. اتهام تازه ای هست که او قانون اساسی پاکستان را نقض کرده. البته اتهامی که منظور پشتین خودشی را رد میکنه. منظور پشتین روز یکشنبه در پشاور بازداشت شد، البته به خواست پلیس دره اسماعیل خان. پلیس پشاور میگه که در منطقه دره اسماعیل خان بر ضد منظور پشتین شکایت درج شده. شکایت ای هست که او در یک تجمع بر ضد حکومت پاکستان صحبت کرده و مردم را ظاهرا بر علیه دولت تحریک کرده. در مورد گام بعدی چی گفته شده؟ قرار است پشتین فردا یک بار دیگر در محکمه در دره اسماعیل خان حاضر شود. وکیلان پشتین روی پذیرفته شدن درخواست رهایی او به قید ضمانت تاکید میکنند. قرار است قاضی محکمه فردا در این مورد هم تصمیم خود را اعلان بکند. چند ساعت محدود به پایان یافتن عضویت 47 ساله بریتانیا در اتحادیه اروپا مانده. بریتانیا امشب از این اتحادیه بیرون می شود. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به خاطر خروج بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت ابراز تأسف کردند. جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی، از بریتانیا گزارش می دهد. اتحادیه اروپا امشب 27 عضوی خواهد شد. بریتانیا از بنیانگذاران اصلی این اتحادیه پس از 47 سال اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. قرار است بوریس جانسون، صدراعظم بریتانیا، یک ساعت پیش از اعلام رسمی برگزیت در یک سخنرانی عمومی به مردم کشورش اعلان کند که بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود. البته شهروندان بریتانیا نگرانی های زیاد دارند و این که محدودیت های بر رفت آمد و تجارت آنها در اتحادیه اروپا وضع خواهد شد. البته کشورهای اروپایی هم به این ترتیب نگرانی دارند که برای آمدن به بریتانیا بر آنها برخی محدودیت ها وضع خواهد شد. همچنان چیزی که خیلی اینجا در بریتانیا برای مردم سوال برانگیز است این که چرا تا این حد حکومت و اداره بوریس جانسون، صدراعظم بریتانیا، روی برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید ورزیده، چون دو حکومت گذشته که در بریتانیا نتوانست برگزیت را به اجرا بگذارد از قدرت.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کمک‌های مالی کشورش با اوکراین ادامه خواهد یافت. او در این مورد امروز هنگام دیدار از شهر کیف و ملاقات با مقام‌های آن کشور سخن گفت. دیدار دیپلمات ارشد آمریکایی با رئیس جمهور اوکراین مایک پامپیو و ولادیمیر زلنسکی امروز در کیف پایتخت اوکراین دیدند. پیام پامپیو این بود که ایالات متحده کاملا از اوکراین در متوقف ساختن تهاجم روسیه و اعاده استقلال و تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند. واشنگتن و کیف تلاش می‌ورزند روابط خود را بهبود بخشند. دیدار امروز پامپیو از اوکراین همزمان است با ادامه روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. ترامپ متهم است که بر رئیس جمهور اوکراین به هدف تحقیق در مورد جو بایدن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا و پسرش انتر بایدن فشار آورده. اتهام دیگر این است که ترامپ تلاش ورزیده تا از تحقیقات کنگره در این مورد جلوگیری کند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در کتابش که هنوز چاپ نشده است ادعا کرده که ترامپ کمک‌های نظامی به اوکراین را منوط به تحقیق در مورد رقبایش کرده بود، اما خود او هر گونه خطاکاری را رد کرده. و در اندونزیا سال هاست که تمساح با تایر زندگی می کند. تا کنون هیچ کس موفق نشده تایر را از گردن او دور سازد. پاداش کسی که حاضر شود برای نجات تمساح خطرناک دل به دریا بزند یک جایزه خواهد بود. تمساح 4 متری در دریای پولوی اندونزیا. از سال 2016 به این سو تایر موترسایکل در گردنش گیر مانده، روشن نیست چیگونه. بیم آن می رود که این تایر به مرور زمان تمساح را از پا بیندازد. مقام های حفظ حیات وحش سال هاست موفق نشده تایر را از گردن تمساح بیرون بیاورند. کسی که موفق شود جایزه به دست خواهد آورد. جایزه که روشن نیست چی خواهد بود؟ از همراهیتان با ما در استدیوی آزادی سپاسگزار هستم. اینها در صفحه اینترنت و فیسبوک ما همیشه قابل تماشاست. خدا نگهدار.